دوستان سلام عرض میکنم خدمتتون، با این ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو براتون پسوند اسمساز ما رو خواهم داشت که یک پسوند بسیار کاربردی هستش. دوستانی که تلویزیون و فیلم نگاه میکنن متوجه میشن که پسوند ما چقدر در زبان ترکی استفاده میشه. این پسوند ممکنه به دو حالت پسوند منفی ساز و اسم ساز استفاده بشه. تو این ویدیو براتون در حالت اسم ساز مثال هایی رو میزنم و با هر مثال از اون کلمه یک جمله رو براتون مثال میزنم که براتون قابل فهم تر باشه. خب بریم سراغ مثال هامون. خب مثال میزنم. دانشما، دانشما. از فعل دانشماک فعل امر دانش رو برداشتیم و پسوند ما رو کنارش گذاشتیم. میشه مشورت و یا بخش اطلاعات. مثلا شما میرید توی یه دونه یه جایی، مثلا بیمارستانی و یا بانکی و یا یه محیط آموزشی، همون جایی که منشیا میشینن و سوال و جواب میتونید ازشون داشته باشید، اونجا رو بهش میگن دانشما. مثلا دانشما بلومه ایله کنشون. دانشما بلومه ایله کنشون. یعنی با بخش اطلاعات صحبت کنید. کنشما، کنشما یعنی صحبت. مثلا کنشما درسلریمیز بیرازدان باشلیور. کنشما درسلریمیز بیرازدان باشلیور. یعنی درس صحبت کردن یا همون سپیکینگ یکم بعد شروع میشه. کلمه بعدی تارتشما. تارتشما، تارتشما یعنی دعوای لفظی، بحث کردن. یه جوری بحث کنی که بخورده به جدل و دعوا بکشه. دون بیر تارتشما یاشادیک. دون بیر تارتشما یاشادیک. یعنی دیروز یک دعوای لفظی اتفاق افتاد. برای ما اتفاق افتاد. یاشادیک یعنی زندگی کردیم، تجربه کردیم. در واقع میشه اتفاق افتاد برامون. مثال بعدی ارتلمه. ارتلمه. خب ببینید پسوند م به دو حالت م و ما هستش. برای کلمه‌ای که از صدای کلوف درشون استفاده شده از پسوند ما و برای کلماتی که از صداهای نازک درشون استفاده شده پسوند م رو به کار میبریم. ارتلمه یعنی تأخیر. سناودا ارتلمه وارما. سناودا ارتلمه وارما. یعنی آیا در امتحان تأخیر هست؟ تأخیر به وجود اومده؟ آیا عقب افتاده؟ ایزلنمه. ایزلنمه. ایزلنمه یعنی تماشا. ایزلمه یعنی تماشا کردن. ایزلنمه یعنی تماشا شدن در واقع. بو پروگرام ایزلنمه رکوردلاری کرده. بو پروگرام ایزلنمه رکوردلاری کرده. یعنی این برنامه رکورد بازدید رو، رکورد تماشا شدن رو شکست. مثال بعدی دیرلندیرمه. دیرلندیرمه یعنی ارزیابی. دیر یعنی ارزش. دیرلندیر یعنی ارزش بده، استفاده کن. نسل دیرلندیرمه یپالم.
nasıl değerlendirme yapalım? Yani çetor ارزیابی کنیم؟ چطور ارزیابی کنیم؟ مثال بعدی دوومه. دوومه دوومه یعنی تاتو. دوومک به معنای کوبیدن میشه که خالکوبی هم از همون کوبیدن که گرفته بشه دوومه میشه کوبیده شده، یعنی همون تاتو. Dövme yapmak istemiyorum. Dövme yapmak istemiyorum. Yani nemiham tatu encam bedem. Nemiham tatu encam bedem. Okay. قبل از اینکه بریم مثال بعدی، دوستان یادتون نره مثالهایی که اینجا میزنم بسیار مثالهای کاربردی و روزمره هستن. لطفا قلم و کاغذتون رو بردارید، حتما یادداشت بکنید. اگه تا اینجا به دردتون خورده لایک بکنید، خیلی ممنونتون میشم. تا حالا اگر سابسکرایب نکردید، به نفعتونه که سابسکرایب بکنید و از ویدیوهای من استفاده، هر چقدر دلتون میخواد استفاده بکنید. Oturma odası. Oturma odası. خب اینجا کلمه oturma رو مد نظر دارم. Oturma odası میشه اتاق نشیمن. Oturmak میشه فعل نشستن. Otur یعنی بشین. Oturma یعنی نشستن. Oturma odası رو که خیلی بیشتر میشنوید میشه چی؟ میشه اتاق نشیمن، همون living room. بابام oturma odasında چای içiyor. بابام oturma odasında چای içiyor. میشه پدرم در اتاق نشیمن چای میخوره. oturma گروبو. oturma گروبو. خب oturma که میشه نشستن، گروب میشه گروه. ولی oturma grubu میشه مبلمان، میشه مبل و کاناپه و این حرفا. Yeni bir oturma grubu alalım. Yeni bir oturma grubu alalım. یعنی یه مبلمان جدید بخریم. کلا سرویس مبل رو بهش میگن oturma grubu. Okuma. Okuma. Okuma yani خواندن به معنای reading. Okuma pratiği yapman lazım. Okuma pratiği yapman lazım. Yani باید تمرین خواندن انجام بدهی. Okay. Yazma. Yazma. یعنی نوشتن. سناودان یازما بلومو ببخشید. سناوون یازما بلومو کلایدی. سناوون یازما بلومو کلایدی. یعنی قسمت نوشتاری و یا همون رایتینگ امتحان آسون بود. مثال بعد چالشما ماساسی. چالشما ماساسی. اینجا مد نظرمون چالشما هستش. چالشماک که میشه کار کردن. چالش میشه کار بکن. چالشما میشه کار کردن، میز کار. کتابن چالشما ماساسینین üstünde. کتابن یعنی senin کتابن چالشما ماساسینین üstünde. یعنی کتابت روی میز کاره. چالشما ایزنه. چالشما ایزنه. اینو خیلیاتون احتمالاً شنیدید. یعنی مجوز کار. چالشما ایزنه آلدن ما؟ چالشما ایزنه آلدن ما؟ یعنی مجوز کار گرفتی؟
ایشالله که هر کی دلش میخواد مجوز کار بگیره. اتورما ایزنی. اتورما ایزنی. مجوز اقامت. اتورما به معنی نشستن بود. تو مثال صفحه قبل نشونتون دادم. دوباره اینجا به معنای اقامت استفاده میشه. نشستن یعنی ماندگار شدن. اتورما ایزنین وارما. اتورما ایزنین وارما. یعنی مجوز اقامت داری؟ دینلمه. دینلمه یعنی شنیداری، listening. دینلمه سınavımız var. دینلمه سınavımız var. یعنی امتحان شنیداری داریم. یعنی امتحان listening داریم در واقع. سرالاما. سرالاما. سرا یعنی ردیف. رتبه. سرالا یعنی بذار در یک ردیف، رتبه بندی کن، درجه بندی کن. سرالاما یعنی طبقه بندی. سرالاما الفابه‌ye göre yapılmış. سرالاما الفابه‌ye göre yapılmış. یعنی طبقه بندی بر اساس حروف الفبا انجام شده است. مثال بعد، انلاشما. انلاشما. انلاشما یعنی قرار داد. انلاشماک یعنی همفکر شدن، به یک نتیجه رسیدن و هر دو طرف نتیجه رو قبول بکنه. انلاش یعنی درک کن و قبول کن و بله بگو. یعنی قبول کن که بله بگی. انلاشما میشه قرار داد. که معمولا چیزی که امضا میکنن انلاشما امزالادنز مه؟ انلاشما امزالادنز مه؟ یعنی قرارداد امضا کردید؟ گرولندیرمه. گرولندیرمه یعنی تعیین وظایف. گرو یعنی وظیفه و یا مسئولیت، مخصوصا مسئولیت اداری و ارتشی و این حرفا. گرولندیر یعنی وظیفه بده. گرولندیرمه یعنی تعیین وظیفه. گرولندیرمه یاپیلدی. گرولندیرمه یاپیلدی یعنی تعیین وظایف انجام شد. یعنی چی؟ یعنی به هر کس یه وظیفه ای داده شد، هر کس کارش مشخص شد. خب دوستان، مثالایی که زدم امیدوارم که به دردتون بخوره. هر سوالی که داشتید میتونید بپرسید، توی کامنت ها سوالاتتون رو بنویسید، من به همش جواب میدم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. موفق باشید.